دوستان عزیز، روز سه‌شنبه حسن نصرالله که میدونید بارها گفته که ما اصلا لبنان استان دیگر ایران و این بحثا، سخنرانی مهمی در مورد تحولات اخیر لبنان داشت و حرفای جالبی زد و گفتش که لبنان ایران نمیشه و اینو از منظر این بد بودن نگفت، اتفاقا میخواست بگه که ایران چقدر کشور بزرگیه و ما توانایی نداریم مثل ایران بشیم. من دوست داشتم صحبت‌های ایشون رو بررسی کنیم، یه نگاهی به صحبت‌های ایشون بکنیم که خیلی جالب بود برای من. با اجازهتون بده، و صحبت‌هاش خیلی سر صدا کرده، خیلی سر صدا کرده، و حسن نصرالله نگاهی تا بحث خودکفایی کشاورزی رو در مقابل با اسرائیل هم مطرح کرده که بسیار مهمه. میگه که بخشایش آماده کردم، کل صحبت‌هاش طولانی نذاشتم. میگه برخی چنین برداشتن نگاه به شرق و برقراری روابط با ایران به این معناست که ما میخواییم لبنان را نمونه ایرانی تبدیل کنیم. خب حالا ادامه میده، میگه ولی ما چنین چیزی نگفتیم، ما از ایران خواستیم به ما کمک کند. مطمئن باشید که لبنان الگوی ایرانی ندارد، الگویی که باعث شده ایران در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد. ایران تقریبا در مواد غذایی خودکفاست و صنایع و تجهیزات آن پیشرفته و توسعه یافته است. متاسفانه خائنین داخلی تلاش دارن که این خودکفایی رو از ما بگیرن و این پیشرفت‌های ایران رو ناچیز بدونن، و فضایی که در شبکه‌های اجتماعی حاکم هست یا در توده جامعه یک فضای سیاهی رو بخوان ترسیم کنن. خب ایشون میگه که ایران توانسته است به فضا ماهواره ارسال کند و در تولید بنزین، گازوئیل، برق خودکفا شود و به خارج دارو صادر کند. ایران 98% داروهای مورد نیازش رو خودش داره تولید میکنه. من در صدا و سیما دیدم یه برنامه‌ای بود در این داستان کارآفرینی که پدر این مجری رو من امروز در میارم، چون برنامه رو میذارم کاملم نگاه کردم، فقط این مجری باید اخراج بشه از صدا و سیما که چگونه افرادی که میخوان کارآفرینی کنن در ایران رو تحقیر میکنه. یه جوان کردی رو آورده که این جوان داره موبایل درست میکنه، آورده در صدا و سیما مورد تحقیرش قرار میده. پدرتو باید در آورد تو مجریو، یعنی حالا من امروز باید کار دارم. میگه ایران توانسته به ماهواره اینا که گفتم. میگه ولی لبنان عناصر و پتانسیل های الگوی ایران را ندارد، مطمئن باشید. میگه مطمئن باشید آقا ما نمیخوایم ایران بشیم، چون نمیتونیم ایران بشیم. میگه ایران 40 سال است که در برابر تحریم ها مقاومت کرده، ولی در لبنان ما همین که کمی تحریم آمد دیدیم که برخی از مردم برای تسلیم شدن در برابر آمریکا عجله دارن. و یک بدبختی مردم لبنان همینه، چون من با مردم لبنان زیادی در تماس بودم در طول این سالها، به ویژه در خود استکهلم که لبنانی های زیادی داره، در بخش های مختلفی از اروپا اتفاقا جایی هم که هستم خیلی چندین رستوران لبنانی وجود داره و خیلی هم خوراکاشون خوشمزه است و اینا میرم. و بزرگترین بدبختی جامعه لبنان بدتر از جامعه ما این خودباختگی به غربه. بخش قابل توجهی از مردم لبنان شدیداً به غرب خودباختن و متاسفانه اختلافات عدیده‌ای توشون وجود داره. بعد حسن نصرالله گفته آقا جان ما بعد حزب الله رو آماده کنیم که بره و در حقیقت بخش کشاورزی رو خودکفا کنه. ما باید اگر میخواییم در برابر اسرائیل وایسیم، اصلا در برابر اسرائیل هیچی، اگر میخواییم رو پای خودمون وایسیم، اصلا در برابر پای خودمون هیچی، اصلا میخواییم موجودیت لبنان اگر حفظ کنیم، بایستی در بحث خودکفایی کشاورزی و غیره خودکفا بشیم. ببینید شما ایران ها، یکی از بحثایی که خیلی دارن تلاش میکنن دولت گرین کارتی و تئوریسین های غربگرا، و ما اینو بارها گفتیم زبونمون مو در آورده، برای تسلیم کردن ایران باید ایران در تمامی حوزه‌های خودکفایی عقیم کنن، در تمامی حوزه. خب بحث های تکنولوژی و اینا که ما الان میبینیم برخی ها دارن تلاش میکنن. الان یه جوان کردی رو من دیدم، درود به شرفش، رفته و داره تلاش میکنه که آقا موبایل تولید کنه، میاد در صدا سیما یه باستان نشوری به اسم مجری با وقاحت این بچه رو بازجویی، مورد بازجویی قرار میده، تحقیرش میکنه و میگه اصلا فایده نداره و فلان، و اصلا معقول خودکفایی رو نمیبینه، فکر میکنه همه چی پوله. میگه اگه اصلا اینقدر پول در رای ورده باشی، اینقدر سود نداشته باشه که به خاک سیاه ارزشی نداره، فلان نداره، که در بخش خودش صحبت میکنه. ولی چرا دارن این تحقیرها رو انجام میدن؟ و در لبنان هم همین اتفاق افتاده، یعنی در لبنان هم تماما دوست دارن تسلیم باشن. و حسن نصرالله فهمیده که اگر میخوان
ادامه دار باشن و نابود نشن باید الگوبرداری از ایران بکنه و به حزب الله گفته آقا جان در کنار رزمایش‌های نظامی الان باید سربازان حزب الله به الگوبرداری از پایگاه پادگان در حقیقت خاتم الانبیا که در ایران هست و دست بچه سپاهه ما هم بیاییم در چارچوب سازندگی و حتی کشاورزی تلاش بکنیم لبنان رو در بخش قابل توجه خود کفا کنیم. ببینید اسرائیل خیلی باهوشه تو این زمینه. شما اسرائیل از لحظه‌ای که به وجود اومد تماما در کنار بحث نظامی، چون ببینید اومد رئیس بحث وزیر جنگش و آقای موشه دایان رو در رأس بحث کشاورزی قرار داد و موشه دایانی که یک چشمش رو از دست داده بود در جنگ شد وزیر کشاورزی اسرائیل و اسرائیل برای حفظ موجودیتش به خوبی فهمیده آقا کرونا اومد، دیدید دیگه دنیا به هم ریخت، اصلا کشتی ها چی شده بود که اصلا وسط آب ماسک همدیگه رو میدوزیدن. اسرائیل فهمیده اگر میخواد موجودیتش ادامه پیدا کنه در کنار اینکه با قدرت نظامی خارق‌العاده‌ای داشته باشه و در بخشایی هم تونسته به وجود بیاره بایستی در زمینه‌های کشاورزی و غیره کاملا خودکفا بشه. ولی دانشمندان یا افرادی که در حوزه کشاورزی در سطوح آقای کاوه مدنی، عیسی کلانتری یا بیژن زنگنه که البته نفته ولی اونم در این چارچوب و کانتکست قرار میگیره و بخش قابل، چون ما الان تقریبا دو سومه اینو بگم خیلی ها گریهاشون در میاد، دانش آموختگان کشاورزی ما محصول بنیاد راکفلرن، اینا همه چیزای تحقیقات میدانی ها، یعنی همش ثابت شده است. دو سوم دانش آموختگان کشاورزی کشور ما در خارج از کشور تحصیل کردن و اتفاقا در جایی که تحصیل کردن زیر مجموعه بنیاد راکفلر ها هست. برای همین از دل این همکاری و از دل این تحت تاثیر قرار گرفتن آموزشکده های راکفلر که دانش آموختگان ما توش فارغ التحصیل شدن وارد ایران میشن، میرن دنبال شرکت ایری فیلیپین و شرکت ایری فیلیپین رو میارن در گیلان و مازندران که ژنوم برنج ایران رو بخواد نمونه برداری کنن ببرن در آزمایشگاه فیلیپینی مورد ارزیابی قرار بدن. به چه بهانه‌ای؟ که آقا این برنج شما انقدر مثلا کش میاد، انقدر کش بیاد، میبرن تحقیق میکنن و بعد نتیجه چی میشه؟ به جایی که انقدر قبلا کش میومد حالا انقدر کش بیاد، همونقدی هم که کش میومد کش نخواهد اومد. همین بلا رو سر ماهی قزلالا سر ما آوردن، گفتن این ماهی قزلالا ما فکر کنم 40 50 سال بدون مشکل داشتیم تولید میکردیم، تخم زرده ماهی قزلالا. گفتن که این شرکت ها اتحاد شرکت های صهیونیستی در فرانسه و اسپانیا اومدن ایران و اینا. بهتون بگم مستقیم هیچ وقت اسرائیل نمیاد جلو، مثل شرکت ایری میفرسته جلو و این شرکت های فرانسوی اسپانیایی اومدن ای آقا این ماهی قزلالاتون نه خوبه ولی میخواد یه خورده درشت‌تر بشه، گوشتش بیشتر بشه، ما هم تمکار. آره آقا چیکار کنیم؟ اصلاح نژادی بکنید. اصلاح نژادی چه صیغه‌ایه؟ ما بهتون یه سری تخم زرده ماهی قزلالا میدیم، اینا اصلاح نژادی میشه، ماهی قزلالاتون فوق‌العاده میشه. آقا دادن به ما و متاسفانه این تخمای زردشون آلوده بود و صنعت ماهی قزلالای ما رو نابود کرد. ماهیای قزلالایی که الان شما عزیزان دارید میخوری وابستگی به اسپانیا و فرانسه است. بعد از اون ما مجبور شدیم نه تنها ماهی قزلالای خودمون اصلاح نژادی نشد، مجبور شدیم وابسته بشیم به فرانسه و اسپانیا، تخم زرده این کشورها رو بگیریم. و جالب بهتون بگم ماهی قزلالایی که اینا دارن به ما میدن الان که با کلی هزینه رو دوش ملت ایرانم گذاشت نسبت به اون موقع، حتی به اندازه ماهی قزلالایی که خودمون داشتیم تولید میکردیم از نظر نژادی برتر نیست و کیفیتش پایین تره، در حالی که قبل از اینکه این شرکت فرانسوی اسپانیایی بیاد ما ماهی قزلالامون خیلی ماهی قزلالای واقعا استانداردی بود. الان این چیزی که دست مردمه کیفیتش از ماهی قزلالای تا پس سال 1385 پایین تره. چون این بلا رو کی سر ما آوردن این شرکت های صهیونیستی فرانسوی؟ سال 1385 تا سال 1385 ما تو حوزه ماهی قزلالا مشکل نداشتیم. حالا با پیشینه این که ما ایرانی هیچ وقت خودمون نمیپرسیم که آقا اینا اومدن برای بیماران هموفیلی ما خون آوردن و خون آلوده بود و ایدز وارد ایران شد، ایدز در درجه اول با همین خونهای آلوده هموفیلی وارد ایران شد و اینو ما ندیدیم که فرانسوی چقدر به ما در این حوزه خیانت کرد که الان هم بحث کمک رسانی بود و اینا سر کرونا. یه چهار تا این دانشمند که چهار تا فرانسوی اومده بودن به اسم کمک و اینا و دمشق هم ایران که اینا رو پرت کرد از کشور بیرون.
و خب حسن نصرالله در کشوری داره این مقاومت انجام میده که مردم لبنان در سطوح خیلی گسترده‌ای واقعا در بخش‌های واقعا غم انگیزه که بیشعورتر از مردم ما هستن در خیلی از اوضاع. اسکولیسم سیاسی در اونجا بیداد میکنه، استعمار فکری داره بیداد میکنه که حالا در بخش بحث قرارداد چین باز خواهم کرد که چه استعمار فکری مردم ما دارن. بنابراین من امیدوارم بچه های حزب الله بتونن تو بخش کشاورزی غیر خودکفا بشن. در این حال درست ما در خیلی جا خودکفا هستیم، ولی در آینده اگر ما تسویه حساب گسترده، ببینید کی دارم بهتون میگم، اگر ایران، بخش اقتدارگرای ایران یک تسویه حساب تمدنی با کسانی که غرب‌گدا هستن و در تمام تولیدات و بخش‌هایی که میتونه کشور ما از نظر حیاتی نجات بده، به منزله منزله بحث خودکفایی گندم، همین بحث‌های اقلام کشاورزی و دامداری، اگر یک تسویه حساب جدی فکری ما با این جریان آقای عیسی کلانتری نکنیم، اینا فراماسون هم هستن بهتون بگم، اینا فراماسون هم که ایرانو در حوزه امنیت غذایی تسلیم تمدنی کنن، اگه یک تصفیه حساب جدی با اینو نشه، من اینو بگم متاسفانه ما وضعیتمون از مردم لبنان خطرناکتر خواهد شد و کشور ما روز به خاک سیاه میشینه و مجلس الان هم حواسش رو جمع کنه، زیاد وارد هارت و پورتای این که آی ما روحانی رو استیضاح کنیم، اینا بچه بازیه، اینا شلوغ بازیه. مجلس الان به فکر ساختن زیر ساختا و کشور و در حقیقت تسویه حساب تمدنی باشه، نه تسویه حساب شخصی. شما میخواید روحانی رو استیضاح کنی، تسویه حساب دیگران روحانی رو اصلا عقل سلیم نمیگه تا استیضاحش کنی. وقتی که هر اون لقمه بذارید یه سال دیگه باشه میره دیگه، ولی وارد تسویه حساب تمدنی بشه. شما در سال 57 یه تصفیه حساب کردید به اسم اینکه آقا تصفیه طاغوت، که البته کار چندشاوری هم کردید، منم انقلاب فرهنگی دانشگاه که بخش قابل توجهش کار چندشاور بود، ولی با الگو برداری از همون کار ابتدای سال 57 تون شما امروز باید وارد تصفیه حساب تمدنی بشی. آقا هر کی میگه که ایران نباید خودکفا باشه میخواد عیسی کلانتری بشه، کاوه مدنی بشه، حذف شغلی باید بشه، نمیگم بگیر بنداز زندانا، حذف شغلی. اگه مثلا زیبا کلامه، ممنوعیت بیان اظهار نظرش. آره آقا جان، وارد این بحثا که حق آزادی بیان اینا ما داریم ما، ولی اینا دارن کشور رو بخش میخوان تصمیم تمدنی کنن. دعوا فراتر از اینه. مخالف سیاسی آری، قدمش رو چشم، اینا مخالف سیاسی نیستن. کسانی که امروز میخوان ایران خودکفا نباشه، اینا مخالفین تمدنی و امنیت ملی هستن، مجرم امنیتی هستن، مخالف امنیتی هستن. در چارچوب امنیتی تمام پروتکل‌های حقوق بشر رو زیر پا بذارید و اقدامات موثری انجام بدید. البته بهتون بگم در سوئد و کشورهای اروپایی هم بحث امنیت میشه، تمام پروتکل‌ها میره کنار. شما سر همین کرونا رو دانمارک انداخت در کانتکست پروتکل‌های امنیتی، برای همین تمام پروتکل‌های حقوق بشر و حق آزادی بیان و فرستاد محاق و هر کسی غیر از روایت رسمی دانمارک اظهار نظری در مورد کرونا بکنه جریمه و زندان. بنابراین باید یک تسویه حساب تمدنی بشه. خیانت هایی که در ماهی قزل‌آلا انجام شد، خیانت هایی که در کاشت برنج و گندم و تمام اقلام کشاورزی انجام شده، آتش سوزی ها در مزارع، شما امسال دارید میبینید آتش سوزی ها، سالی نیست که حداقل 100 مزرعه کشاورزی ایران آتش نگرفته باشه، در اخبارا وجود داره، منتها کسی توجه نمیکنه. ما بعد وارد یک تصفیه حساب گسترده بشیم و خیلی برام جالب بود که حسن نصرالله داره تلاش میکنه که این اتفاقا در کشورش بیفته، ولی مردمشون نمیفهمن و نفهمیدن این مردم در درجه اول دودش تو چشم خود این مردم میره. قربتون برم، این بخش میبندم. واقعا این صحبت ها صحبت های اصلیه که بعد مردم خیلی دقت کنن. فردای شما بشم بدرود. اگه حال کردید در سطح گسترده پخش کنید.